و همراه میشیم با همکارمان جواد حمدانی از اسلام آباد پاکستان. جواد وقت بخیر باشه. ماجرای تهدید بمبگذاری در این هواپیمای هندی چگونه و چطور بود؟ مسعود، طی یک هفته گذشته بیش از 100 پرواز در نتیجه این تهدیدها به نوعی تحت تاثیر قرار گرفتند. این تهدیدها کلا سیستم هوانوردی هند را دستپاچه کرده. فقط روز شنبه گذشته حدود 30 تهدید مربوط به بمبگذاری ها در پروازهای هندی و خارجی دریافت شده. روز جمعه گذشته مقامات هوانوردی هند بیش از 10 تهدید مربوط به این بمبگذاری ها در پروازهای خطوط هوایی هند دریافت کرده بودند و این روند حدود یک هفته است که ادامه پیدا کرده. البته همه این گزارش های مربوط به بمبگذاری ها در پروازها خوشبختانه دروغ از آب درآمد و تمام پروازها به گفته مقامات هندی به طور مصون فرود آمدند. اما این تهدیدها هم سیستم هوانوردی هند و هم مسافران و هم خدمه هواپیماها را با استرس فوق‌العاده‌ای مواجه کرده است و کلن سیستم هوانوردی هند به خاطر این تهدیدها مختل شده بود. درست. برخی پروازها لغو شد، برخی ها تغییر مسیر دادند و برخی دیگر حتی مجبور شدند که با جت‌های جنگی سفر بکنند. در نتیجه این اختلال زمانبندی جهانی پروازها نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در واقع برخی از شرکت‌های هواپیمایی به خاطر این وضعیت هزینه‌های هنگفتی را نیز متحمل شدند. بله، جواد، با توجه به آنچه که در اخیر اشاره کردی دیده میشه که خب یک مسئله بسیار مهم بوده، ولی آیا معلوم است که منبع تهدیدها یا انگیزش چی بوده و چی کسی بوده و چطور بوده یا نه؟ مسعود، هنوز هویت کسانی که این تهدیدهای دروغین را منتشر کردن مشخص نشده، اما مقامات امنیتی هند به دنبال این ماجرا هستند و قرار شد که نتیجه این تحقیقات را نیز به زودی اعلام بکنند. پلیس هند هم به دنبال این قضیه است. بر اساس آنچه در رسانه های هندی آمده، از روز تقریبا میشه گفت یک شنبه گذشته به این سو شماری از در واقع حساب های تایید نشده هم در شبکه های اجتماعی اطلاعات بمبگذاری در پروازهای خطوط هواپیماهای مختلف هندی را در واقع آنها منتشر کردند و همچنین برخی گفتند که برخی خطوط بین المللی هم هست که آنجا در واقع این بمبگذاری ها صورت گرفته. به گفته روزنامه ایندین اکسپرس تنها دو روز در واقع تنها در یعنی دو روز گذشته یعنی جمعه و شنبه یک حساب کاربری از اکس 46 بمبگذاری را در پروازهای مختلف خبر داده بود. ماجرا تحت تحقیق هست و نتایجش رو مقامات هندی گفتن که به زودی اعلام خواهند کرد. جواد حمدانی، سپاسگزارم که از اسلام آباد با ما بودی. وقت بخیر.